به آرامی آغاز به مردن می‌کنی اگر سفر نکنی، اگر کتابی نخوانی، اگر به اصوات زندگی گوش ندهی، اگر از خودت قدردانی نکنی. به آرامی آغاز به مردن می‌کنی زمانی که خود باوری را در خودت بکشی، وقتی نگذاری دیگران به تو کمک کنند. به آرامی آغاز به مردن می‌کنی اگر برده عادات خود شوی، اگر همیشه از یک راه تکراری بروی، اگر روزمرگی را تغییر ندهی، اگر رنگ‌های متفاوت به تن نکنی، یا اگر با افراد ناشناس صحبت نکنی. تو آرامی آغاز به مردن می‌کنی اگر از شور و حرارت، از احساسات سرکش و از چیزهایی که چشمانت را به درخشش وامی دارند و ضربان قلبت را تندتر می کنند دوری کنی. تو به آرامی آغاز به مردن می کنی اگر هنگامی که با شغلت یا عشقت شاد نیستی آن را عوض نکنی، اگر برای مطمئن در نامطمئن خطر نکنی، اگر ورای رویاها نروی، اگر به خودت اجازه ندهی که حداقل یک بار در تمام زندگیت ورای مصلحت اندیشی بروی. به آرامی آغاز به مردن می‌کنی. امروز زندگی را آغاز کن. امروز مخاطره کن. امروز کاری کن. نگذار که به آرامی بمیری. شادی را فراموش نکن.
با درودی گرم داریوش باقری هستم در برنامه این روزها و خیلی خوشحالم که بیننده این برنامه هست. این برنامه روزهای دوشنبه، چهارشنبه و پنجشنبه ساعت 6 است و بقیه روزها هم ساعت 4 است وقت لس آنجلس تقدیم شما میشه. فردای اون روز هم ساعت 6 تا 7 صبح تکرار برنامه رو میبینید. مینورام هم یک ترانه بسیار زیبا از کوروش یغمایی رو بازخوانی کرد که ما رو یاد اون روزها و ترانه های بسیار زیبای کوروش یغمایی انداخت. وقتی فرزین رئیس بانک مرکزی میگوید با دلار آزاد کاری ندارد، یک بازنشسته اینو نوشته که فرزین با دلار آزاد کاری ندارد ولی دلار آزاد با جیب من کار دارد، با غذایی که میخورم کار دارد، با لباسی که میپوشم کار دارد، با خرج ماشینم کار دارد، با شهریه بچه‌ام کار دارد، با دارویی که میخرم کار دارد، با قند، چای، آب لیمو، کتاب، میوه، سیگار، باتری، بیسکویت، ریکاب، پفک، مداد، زغال، مرغ، گوش، ماست و پنیر هم کار دارد، با کودی که به زمین میدهم حتی کار دارد. شما مثلا تحصیل کرده ای مرد حسابی، یعنی چی که من به نرخ بازار آزاد کاری ندارم؟ رئیس بانک مرکزی شدی که کار داشته باشی. افزایش نرخ بی‌رویه دلار برای عده‌ای خاص گنج است و برای اکثریت مردم رنج و نیستی. تورم مالیات پنهانی است که علاوه بر مالیات‌های رنگارنگ، این نیز به بهای سنگین افزایش فقر، خودکشی، طلاق و بزهکاری از جیب و زندگی ما مردم بی‌دفاع بیرون کشیده می‌شود. منازعات داخلی گروه های مختلف در جمهوری اسلامی، میدونید که جمهوری اسلامی تمام مخالفانی که از خود حکومت هستن از طرف گروهی که مخالف اون گروه صحبت میکنن، خودشون که به حکومت میرسن بدتر از اون گروه قبلی میکنند. نگاه کنید که یک طنزی هم در ادامش خواهید دید که جالبه. نگاه کنید. از دیروز تا امروز 1000 تومان قیمت ارز رفته بالا. همین مجلس در سال قبل وقتی ارز از مبلغ 30,000 تومان تجاوز کرد، میگفتیم رئیس جمهور باید بیاد اینجا طرح سوال ازش بشه و حتی استیضاح بشه. امروز قیمت دلار از مرز 60,000 تومان و 65,000 تومان هم داره رد میشه. سکه‌ای که روزگاری جناب آقای رئیسی میگفت این چه وضعشه، یک خدمت شما جوونیشه تو میتونی مهریه زنشو پرداخت بکنه؟ اون زمان سکه قیمت 14-15 میلیون تومان بود. چشه آقای رئیسی، امروز سکه از مرز 45 میلیون تومان هم رد شده. یه فکر نمیخوایم برداریم، یه جلسه اضطراری، یه جلسه ویژه‌ای، یه کاری بکنیم که مردم بگن آقا اینا دارن حرکتی میکنن برای رفاه حالمون. این همه جوان بیرون دارن شعار میدن ما نمیخوایم بیکار باشیم، انتخابشون که نیست، اجباره. من تعجب میکنم چرا صدا داخل نمیاد. بعید میدونم. آها، پنجره اینجا دو جدار است، اصلم هست. واقعا متاسفم. الو بابا. قوامی میدونی بیرون تجمع شده؟ نگران نباشه آقای پیرادی، الان با آقا و شاهین جمعشون میکنیم. من هم چه حرفی زدم؟ با آقا و شاهین میرین پایین، اسامی تک تکشون با شماره های ملیشون رو میگیرید تا ببینم چیکار میتونم براشون بکنم. بله. خیلی خوشحال شدم دیدمت امیرعلی. یعنی برم اون ساعت؟ بفهمید. گاهی دلم میسوزد که چقدر میتوانیم مهربان باشیم و نیستیم، چقدر میتوانیم با گذشت باشیم و نیستیم. گاهی دلم میسوزد که چقدر میتوانیم کنار هم باشیم و از هم فاصله میگیریم، چقدر میتوانیم کنار هم بخندیم اما اشک یکدیگر را در میآوریم. گاهی دلم میسوزد که چقدر میتوانیم حرف های قشنگ بزنیم و نمیزنیم، چقدر میتوانیم دل به دست آوریم اما دل میسوزانیم. گاهی دلم میسوزد که چقدر میتوانیم شاد باشیم اما غمگینیم، چقدر میتوانیم امیدوار باشیم اما ناامیدیم. اما ما باز هم آری گاهی دلم میسوزد. دختر شایسته عربستان وقتی که انتخاب شد، عربستان سعودی، مهد اسلام وقتی انتخاب شد، همه نشریات امسال چه در خارج
عربستان چه در داخل، همه این عکس رو چاپ کردن و گفتن بعد ببینید کشورهای خاورمیانه هم به مدرنیسم رسیدن، دیگه براشون وجود زنان به عنوان جنس دست دوم و در پستوی خانه بودن نیست و میتونن در جاهایی که مراسم بین المللی شرکت کنن. بریم یه نگاهی بکنیم ببینیم قبل از جمهوری اسلامی آیا ما پیشتر از عربستان در زمینه حداقل دختر شایسته بودیم؟ تاریخ انقضای یک دارو یعنی چه؟ تاریخ انقضای یک دارو در واقع بیانگر آخرین تاریخی است که شرکت دارویی تولید کننده دارو نهایت پتانسیل و قدرت اثر آن را تضمین می کند، به طوری که انتظار می رود پس از گذشت این تاریخ قدرت اثر دارو کم کم رو به کاهش بگذارد. انجمن پزشکی آمریکا AMA در راستای پژوهشی طی بررسی اثر بخشی داروهای مختلف پس از گذشت تاریخ انقضای آنها پرداخته است. طی این پژوهش مشخص شد که 88% داروها به طور متوسط تا 66 هفته پس از گذشت تاریخ انقضا همچنان نهایت اثر بخشی را دارد، یعنی بیشتر از یک سال. البته من اینجا بگم دکتر جان رضاپور که توی همین تلویزیون هم برنامه داره، پزشکی بسیار حاذقی هم هست، دیدم در یکی از برنامه‌هاش 2 هفته پیش میگفت دارو غیر از 1-2 مورد تاریخ انقضا نداره. میگفتش که شما، به مسئولیت خودم دارم بهتون میگم، دارو تاریخ انقضا نداره جز 1-2 مورد. اینم قابل ذکر بود، چرا که شرکت‌های دارویی معمولاً تاریخ انقضای دارو را بر اساس پیش‌فرض نگهداری دارو در شرایط نامناسب تعیین می‌کنند، تا در صورت نگهداری در شرایط نامطلوب همچنان تاریخ انقضای دارو قابل استناد باشد. و اما در کنار تاریخ انقضای دارو، تاریخ دیگری نیز تحت عنوان Beyond Use Date درج می‌گردد، چرا که پس از باز کردن محفظه دارو دیگر تاریخ انقضا قابل استناد نبوده و این تاریخ دوم که همواره پیش از تاریخ انقضا است، فاصله زمانی معینی را جهت استفاده از دارو تعیین می‌کند. آیا استفاده از دارو پس از تاریخ انقضا خطر مسمومیت دارویی به دنبال دارد؟ به جز در مورد یکی از فرمولاسیون‌های قدیمی تتراسایکلین که پس از گذشت تاریخ انقضا موجب نوع آسیب توبولار یا سندروم فانکونی برگشت پذیر می شود، خیر. حقیقت آن است که بجز این یک مورد هیچ گونه گزارشی مبنی بر ایجاد مسمومیت دارویی به علت گذشتن تاریخ انقضای دارو وجود ندارد و گذشتن تاریخ انقضا به خطرات مصرف یک دارو چیزی نمی افزاید، بلکه تنها از قدرت آن
میخواهد. همچنین گفتم میتونین به حرف دکتر جان رضاپور هم استناد کنین که گفت مسئولیتش با خودم که دارو تاریخ مصری نگید، حالا این یه سال ازش گذشته بندازیمش دور، به نفع شرکت های داروییه. خانه دوست که آقای کیمیایی ساخت، معذرت میخوام یه لحظه از ذهنم رفت، حالا جان کیارستمی، آقای کیارستمی ساختن، صحنه های ناب دلپذیر داره. یه صحنه شو من خیلی دوست دارم، صحنه ایست که بچه میخواد بره دنبال دوستش که دفتر مغزش که جا مونده پیشش بده و عجله هم داره، سر راش میرسه به پدر بزرگش. اصول تربیتی در فرهنگ اجتماعی خیلی از ایرانی ها اینیه که شما میبینید. البته جمهوری اسلامی هم حکومتش همین کار رو میکنه، حتما نگاه کنید. آرش احمدی هنرپیشه‌ای که چند سال پیش فوت کرد، روحش شاد، کار خیلی قشنگی، طنزهای بسیار زیبایی، مخصوصا طنزهای اجتماعی سیاسیش خیلی خوب بود. این طنزی رو که میخوام ازش نشونتون بدم در مورد شخصی است که برای فرزندش میره خواستگاری. چه طنز تلخی است از شرایط جوانان در زمان دلم نمیاد هیچ وقت بگم ایران، بگم جمهوری اسلامی. نگاه کن. خیلی ممنون دخترم، دست شما در نکنه، ماشاءالله. نوشه جان، نوشه. خب داشتی میفرمودین آقازادتون دیگه چیا دارن؟ همه ی اون چیزایی که همه ی جوونا این روزا دارن پسر منم داره. به به، خواهش میکنم. بدبختی، فلاکت، بیپولی، فقر، بیکاری، آینده نامعلوم، بی‌هویتی، عدم امنیت شغلی، عدم امنیت کاری، فرهنگی، فقر و فلاکت و بدبختی و هزار کوفت و زهرماری که شما بگین دارم. ماشاءاللهشون باشه، ماشاءاللهشون. اتفاقا دختر منم همین چیزا رو داره. افسردگی، رویای زندگی کردن درست، فقر، فشار اجتماعی و فرهنگی، ماشاءالله، عدم آزادی و هزار گرفتاری دیگه. چقدر خوب، چقدر قشنگ، تفاهم خوبیه. اگه اجازه بدین دختر پسر برن تو اتاق صحبتاشو رو برمی‌گیرم. خواهش میکنم. سامانتا جون بفرمایید. بفرمایید. عشق و خنده ی تو، دل پر و تپنده ی تو. دوتا اصلاحیه بکنم، آرش میر احمدی، من گفتم احمدی، و در ضمن ایشون پارسال شهریور اگه اشتباه نکنم فوت کردن، گفتم مثل که چند سال پیش. اما دوروبرمون آدم هایی هستن به خصوص در برنامه های تلویزیونی که خودشون رو خیلی باسواد میدونن، خیلی با اونا ارتباط دارن، خیلی از اونا اطلاعات میگیرن، اطلاعاتی دارن که بقیه ندارن و یه چیزایی میدونن که همه نمیدونن. همیشه اینجور آدم ها در دوروبر ما، به خصوص میگم در تلویزیون ها، ماشاءالله 2300 تا تلویزیون در جی ال ویز هستش که همه هم فارسی صحبت میکنن، هستند آدم های خیلی مشهوری هستن که خیلی یه چیزایی رو میدونن که بقیه نمیدونن. بریم یه طنز در این مورد ببینیم. چی میدونی که بقیه نمیدونن؟ ای معلومه، من یه چیزایی میدونم که بقیه نمیدونن، از کجا فهمیدی؟ و نوشتی؟ به اینو بدخواهم چسبوندن، وگرنه من یه شغل حساس دارم که کسی نباید به فهم لو برم. اسباب بازی بچه رو چرا برداشتی؟ چرا لباس سربازی داداشتو پوشیدی؟ سربازی داداشم بعد بخ، اینا لباسای خودم، آخه من از خودشونم. تو که گفتی نباید لو برم. تو فرق میکنی. چه فرقی؟ میدونستی زنیم ترکوندی میشون؟ الان دیگه اینو همه میدونن. آه، همه میدونن که الان رئیس جمهورشون چی گفته؟ چی گفته؟ همه میدونن که تو کانالای تلگرامشون چی دارن میگن؟ چی میگن؟ حسابی ترسیدن. همین؟ همین؟ تازه ما فقط موشکی کلوب زدیم تا الان. کلوب؟ دورش سبزه، فقط کسایی که میخوایو میزنه. کلوب زدیم و پلاستیک. پلاستیک؟ چون می‌خواستیم تنبیهشون کنیم فعلا از اینا زدیم، ولی اگه دوباره اشتباه بکنن میریم از هایپر موشک جدید می‌خریم. هایپر؟ هایپر نه مثل این دیلی مارکت و کروش و اینا، اینا فقط به ما که از خودشونی می‌فروشن. هایپر سونیک، تازه اوشکیم خیلی ترسیده، فرق نداره به هایپر.
اورشلیم مگه حرف میزنه؟ آره با شما نه بابا، که از خودش نرید هایپر. اورشلیم اسم شهر احمق، اون رئیس مرکز مطالعات راهبردی اورشلیمه. اینا رو از کجا میخونی؟ آره همینه، خودم بلدم. رفتی تو کانال حسین دارابی؟ من خودم اونجا عضوم، نمیخواد ادای دانشمند رو در بیاری. نه خودم به همه بگو خودش بلده، میخوام خودم یه کانال بزنم به بقیه بگم صورتی. بریم سریع انشای این هفته هم در رابطه با جنگ ایران و ایران که نه جمهوری اسلامی و اسرائیل با هم ببینیم. رفته در خیابون دیده که صفای پمپ بنزین شلوغ بلوغ یه دی هم دارن بشکنه بالا میندازن و ادامه ماجرا. این بودیم همزمان خبرارم دنبال میکردیم، اینترنت هارم ضعف کرده بودن، با بدبختی بیچارجی با فوش دادن اینا وصل میشدیم اون فصل. داداش غلامم هم به چند تا دختر تو صف پمپ بنزین شماره دادش دیگه. آقا صبح شد نوبت ما شد، بنزینامونو زدیم، دبه هارم پر کردیم، برگشتیم خونه دیگه افتادیم. یعنی از خستگی اصلا چشمای ما وا نمیشد، خوابیدیم خوابیدیم خوابیدیم، تو خوابم همش میپریدیم از ترسمون، خواب جنگی نمیدیدیم. زور شد پا شدیم گفتیم الان دیگه زدن دیگه، نگاه کردیم دیدیم ای جنگ نشده، ولی اما دلار آقا 70,000 تومان رد کرده بود، بورس شده بود قرمزی، انگار موشک ها صاف خورده بودن وسط بورس ما، خون پاشیده بود به در و دیوار بورسمون، سهام ها همه سقوط کرده بودن. تا عصرم آقا در جهان جلسه ملسه تشکیل دادن، سران گنده گنده نشستم رو صندلی ها، ابراز نگرانی کردن، محکوم کردن، تحریم ها رو تشدید کردن. دیگه شب شده بود، دیگه ما نشسته بودیم دور هم که یهو مامانم گفتش صادق بچه ها نمیدونم چرا امشب اینقدر کلافم حوصله‌ام سر میره. داداش غلامم نگاش کرد گفت مادر من به خاطر اینه که دیشب غرق عشق و حال بودی، ولی امشب نه، امشب هیچ هیجانی نیستش. ما آخه به نایت لایف ها و شب های پر هیجان عادت کردیم مادر من، دیدیم دارم متلش میجه، اصلا جای شوخی نداشتش، ولی خب در متلکش سخنها نهفته بود، راز میگفت. آقا دقت کردین زندگانی شبانه ما چقدر هیجان داره؟ اصلا شب میشه ها رو با وحشت آغاز میشه، هر شب با وحشت اینکه فردا چی میشه، آیا فردا شب این موقع من زنده ام نیستم، دلار سکه بنزین قرار گرون بشه، فردا از گشنگی قرار بمیرم، از اعصاب خردی سجده کنم بمیرم، از غصه بمیرم، از جنگ بمیرم، ما هر شب همینجوری میخوابیم. نمه شب های نمه، آی بدبخت، آی سوویسی فنلاندی هولندی، اه اه اه. شما هیجان ندیدین که، نایت لایف ندیدین که، کام تو خاورمیانه، اینجا هر شب بساط عشق و حال به راه، نمه عشق و حالی. به شهروندانتون هشدار میدین از سفر به این ورا بپرهیزن، اولان چه پیول ما این ورا داریم زندگی میکنیم، یکم هم مثل ما با هیجان زندگی کنین، چه صافت های آرام. نتیجه این که آقا چند شب پیش داشتیم یه دانه فیلم خارجکی میدیدیم با زیر نویس، خب بعد یه جایش یه بچه هی اون پشت داشتش مشکاشو مینوشت، یهو از مادرش پرسید مامان خاورمیانه در آفریقایه یا در اروپا؟ آه یه لحظه همچین ناراحت شدم، آه بله از ته دل حسودم شد، اینقدر دلم میخواست جای اون بچه باشم، از لحاظ خنگی نه ها، جغرافیاش بد بود، جغرافیای من خوبه، از لحاظ بیخیالی یه گوشه برای خودشون نشستن دارن زندگانی میکنن، نمیدونن جنگ چیه، نمیدونن تحریم چیه، نه هر روز قیمت دلار میگیرن، نه تورم دارن، نه موشش میدونن چیه، نه پهباد میدونن چیه، نه شرایط حساس کنونی چیه. شرایط حساس کنونی ما چه تموم نمیشه، مگم کنونی نباید باشه؟ خب کنونی چقدر طول میکشه آخه، چند سال؟ اینا چیزهایش ما باهاش به دنیا اومدیم، داریم باهاش زندگانی میکنیم و احتمالا به لطف جنابان مسئول قرار با همین وضعیت هم بمیریم. تهشم میگم فلانی اینقدر زندگی کرد بعد مرد، بابا ما زندگی نشدیم که، زندگی ما رو که آزار داد و اذیت کرد. بیخیال اصلا بیخیال، کار ما از این حرفا گذشته، شباتون آرام باشه و خدای اگر هست مواظب ما و مملکتمون باش.
کسیم چه هیچ مواظب ما نیست. تمام. واقعا من چندین بار گفتم ای کاش آدم تو شرایطی قرار داشته باشه که نه به سیاست کاری داشته باشه، نه اینکه دنبال دزدی و اختلاسگرها به دزدها و اختلاسگرها بره، نه زندگی آروم مثل خیلی از جاهای دنیا زندگی آروم و آسایش داشته باشه، بتونه یه ذره تفریح کنه، یه ذره عشق کنه، یه ذره زندگی بکنه. میرسه، ناامید نباشید، اون روزم میرسه. اما بزرگمنشی و دست و دلبازی و بخشندگی نه به سن و ساله، نه به موقعیت شغلی و درآمده. آدمهایی رو هممون میشناسیم که وضع مالی خیلی خوبی دارن ولی متاسفانه حمال پولن، یعنی فقط پولاشون رو میذارن رو هم، استفاده نمیکنن از پولاشون. بماند بریم یک کلیپ ببینیم درباره بخشندگی. Oh, it's on my wallet. Oh, yours, yeah? Oh, thank you so much, yeah. Found it on the ground. Thank you for your honesty, that's really amazing. I'm not a thief, so I'm just an honest person, so that belongs to you. For your honesty, yeah. What I want to do is, I want to give you all the money that's in the wallet. God bless you, mate, God bless you. Look after yourself. با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جل باکس HD 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیر. با درودی دوباره به بخش دوم برنامه امروز خوش آمدید. داروش باقری هستم در برنامه این روزها. اوضاع احوال جهان نه فقط در باره مسائل سیاسی و جنگ به هم ریخته، اوضاع آب و هوا هم دگرگون شده. ما هر سال در کالیفرنیا این موقعها سرد بود، خنک، حالا از خنک گذشته بود، سرد بود، ولی الان ببخشید گرم بود، اشتباه کردم، گرم بود. همیشه اینجور موقع ها هوا خیلی گرم بود، درجه حرارت بالایی داشت، ولی این روزها هنوز در کالیفرنیا خنکه. تا اینجا بگم که خیلی از درخت ها هنوز گل بهاریشون هم ندادن. جالبه، دبی سرزمین خشک لم یزرع، نگاه کنید که در این روزها با طوفان و باران و سیل بیش نظیری که دبی کمتر به خودش دیده مواجه شده. نگاه کنید. هر چقدر میوه های دانش بیشتر در اختیار انسان قرار گیرد، همانقدر باورهای مذهبی از بین خواهد رفت. زیگموند فروید اینو گفته. عرضم به حضورتون که با حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل و پرتاب موشک های ناموفق و
بقیه ماجراها که میدونین، جمهوری اسلامی این رو بهانه کرد که بتونه شدت عملیات گشت ارشادش رو در خیابانهای شهرهای مختلف همزمان در همه شهرها و شهرستانها شروع بکنه. به صحنه های از این بی‌عدالتی و بی‌انصافی نگاه کنید. تا گیسوانتان را در باد شانه کردید، عطر خوش رهایی در شهر خسته پیچید، در کوچه در خیابان در ازدحام میدان، بارید عشق امید بر گونه های ایران. تا گیسوانتان را در بار شانه کردید، آن ترس که نگم شد آن سایه های تردید، جوشید خون تازه از قلب سرخ فریاد، شعری برای فردا، شعری علیه بیداد، شعری برای فردا، شعری علیه بیداد. پابلو نرودا در یک جایی گفته بود تمام اصلهای حقوق بشر را خواندم و جای یک اصل را خالی یافتم و اصل دیگری به آن افزودم. عزیز من، اصل 31، هر انسانی حق دارد هر کسی را که میخواهد دوست داشته باشد. حملات موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل که همه میدونید تو همه خبرگزاری ها هستش که بسیار ناموفق بود، اما تصاویری رو که جمهوری اسلامی در صدا و سیمای خودش نشون میده نشان از موفقیت بیشمار این حرکت هاست. حتی دست به ریا و تقلب زده. یه آتش سوزی در تگزاس شده بوده، فیلمش هم پخش شده بوده، همون فیلم رو برداشتن در صدا و سیما پخش کردن، گفتن ببینید ما موشک زدیم به اسرائیل، ببینید چه آتیشی برپا شده. ریا رو ببینید تا کجاست. نگاه کنید. یه دو تا فیلم دیگه هم هست، دو تا فیلم رو میتونیم پشت سر هم نشون بدین. یکی از همین موشکاست که در کشور خودمون شیراز، در شهر شیراز افتاده زمین و باعث خسارت شده، یکی هم از پهبادهایی است که تو عراق لای سیمای برق گیر کرده. نگاه کن، اینا برای ثبت در تاریخ لازمه. اینا بودا تو جاده ما داشتیم فیلم میگرفتیم، افتاده اینجا. نمیدونم. نه یا نور بنداز، نور بنداز. هایی علقت بکبر کرم بعدیمه. حجاب را دیدید؟ غارت ثروت ملی را نه؟ این موشک‌ها ثروت ملی بود که رفت رو هوا. همه چندین میلیارد هزینه شد برای یک کار عبث بیهوده. حجاب را دیدید؟ غارت ثروت ملی را نه؟ حجاب را دیدید؟ پوچ شدن ارزش‌های انسانی را نه؟ حجاب را دیدید؟ نابودی منابع طبیعی را نه؟ حجاب را دیدید؟ ناامیدی و افسردگی جوانان را نه؟ دغدغه شما حجاب است و دغدغه ما انسانیت. معتقد به هر آیینی که هستید درگیر پوسته ای از عمق خرابی که ما در رنج هستیم بشوید. میگه که این بچه حزب اللهیا، برید الان چند وقتی دو سه تا کلیپ براتون پخش کردم که به بسیجی ها میگن برید دنبال پول درآوردن، از هر راهی میتونیم پول دراریم، پول خیلی مهمه آدم داشته باشه. رسیدن به اینجایی که بیایم از قول حضرت محمد و امام حسن هم حتی سند بیاریم که باید پولدار باشین. نگاه کنین. من پیغمبرم بیزنسمن بود،
من امیرالمومنین السلام یکی از سرامت‌های کشاورزی بود. امام حسن السلام، امام حسین السلام، امام صادق علیه السلام میاد وسط میدان شهر داد میزنه میگه کل مدینه رو بگردید ثروتمندتر از من پیدا نمی‌کنید تا نگاه ما به ثروت درست نشود. تا من یک اخنگاری به پول دارم، تا اینو میبینم که من متدینم، متشرم، بچه حزب اللهی ام، ولی نمیرم سمت پول چون بد میشم، خراب میشم. آقا اینا تفکرات شیطانیه، ول کنیم این حرفا رو. وقتی جنگ آغاز میشود، سیاستمدار گلوله ثروتمند مال و فقیر فرزندش را میدهد. جنگ که پایان یافت، سیاستمداران دست یکدیگر را میفشارند و دشمن گذشته را برادر خطاب میکنند. ثروتمندان برای جبران قیمتها را افزایش میدن و فقرا سرگردان به دنبال قبر فرزندان خود هستند، متاسفانه. اما ببینیم این موضوعی رو که پاپ چند سال پیش گفت که بهشت و جهنم افسانه است، از زبان دیگر بشنویم. There is no hell. There isn't. I've done thousands and thousands of cases. There is no hell. Hell is an invention of the church, and you can see why. It was never in the Bible. It's something has been invented. There is no hell. A loving God would not do that to people. You are allowed to make all the mistakes you want. You're allowed to come back and do it again and again till you get it right. They don't punish you just because you make a mistake and throw you into an oven. It doesn't work that way. You have to realize you have made mistakes. Earth is a school, but it's a school, you come here to learn lessons, but it's a school where you can't skip a grade, but you can have to repeat a grade. You don't get it right. You have to come back and do it again until you get it right. You can't go from kindergarten to college. It's impossible. You have to learn the lessons, and the lessons are not easy. موشکی که در شیراز سقوط کرد، موشکایی که جمهوری اسلامی به طرف اسرائیل شلیک کرد، و عراق و چند جای دیگه این موشک افتاد، تو ایران هم چند جا افتاد. یادی کنیم از توپی که در زمان ناصرالدین شاه ساختن به سمت سن پترزبورگ شلیک کردن، توپ در جا ترکید، عده سرباز و خدمه از بین رفتن. ناصرالدین شاه گفت چی شد که چنین شد؟ در پاسخ گفتن اعلی حضرت ها، اینجا این همه خرابی به بار آورد، ببینین در سن پترزبورگ چه قیامتی شده است. اما این غربی های خدا نشناس غیر مسلمان، نگاه کنه چه احترامی میذارن در مسابقه فوتبالی که بین لیورپول و شفیلد بودش. زمان افطاری میشه، ماه رمضان، زمان افطاری میشه، بازی رو نگه میدارن که دوتا از بازیکنهای مسلمان برن افطارشون رو بکنن. خیلی نامسلمونن این خارجی ها. جوری دل بری کنم آسیب بشی، اون بس فاسی بشی، کاری میکنم تش تو هم احساسی بشی. جوری دل بری کنم پیش دلت که روانیشه دلت، کارم و بلدم تش عاشقم میشه دلت. جوری دل بری کنم آسیب بشی، اون بس فاسی بشی، کاری میکنم تش تو هم. یک نمونه دیگه از ریاکاری مسئولان جمهوری اسلامی رو نشونتون میدم، ببینید چقدر این حرف جوکه. فقط ببینید. ما الان سرپرست تیم پزشکی رهبر انقلاب هستیم. ولی این نزدیک 30 ساله. 30 ساله. این روزها چه توصیه‌ای به ایشون میکنید؟ بیشتر سر اینه که مثلا میوه بهشون گفتیم بخورید و اصرار میکردیم که مصرف کنید. بالاخره چندین بار که گفتیم، بعد از بچه هایی که اونجا بالاخره این مقدمات این کار پر همکار میخورن میرن که ایشون میل کنن، پرسیم حالا میره میخورن دیگه، گفتن که شما که گفتید. بعد از ما پرسن که میوه ها چه قیمتی، وقتی ما گفتیم اون چه که شما گفتید و نخواستن ارزون ترین میوه رو اونو از ما خواستن که بهشون به اصطلاح دادیم و براشون مهم بودش که چیزی که ارزون مردم میتونن بخورن.
برتولد برشت نمایشنامه نویس آلمانی که در زمان هیتلر چندین بار به دادگاه کشیده شد و زندانی شد به خاطر نمایشنامه های انتقادی سیاسی که می نوشت، یک طنز جالبی داره. میگه که قاضی اسم برشت، شما خودتون می دونید. قاضی می دونیم، اما شما خودت باید بگی. برشت: خب من را به خاطر برتولد برشت بودن محاکمه می کنید دیگه، چرا باید اسمم رو بگم؟ قاضی: با این حال باید اسمتون رو بگید. اسم برشت: من که گفتم برشت هستم. قاضی: ازدواج کردید؟ برشت: بله. قاضی: با چه کسی؟ برشت: با یک زن. خنده هزار در دادگاه. قاضی: شما دادگاه رو مسخره میکنید؟ برشت: نه اینطور نیست. پس چرا میگید با یه زن ازدواج کرده اید؟ چون واقعا با یه زن ازدواج کردم. کسی رو دیدید که با یه مرد ازدواج کنه؟ بله. چه کسی؟ همسر من. او با یک مرد ازدواج کرده است. کنسرت داریوش بوده، فکر کنم در دبی بوده. آره، حالا توی جمعیت یهو یه آدمی میاد رد شه، فکر میکنن داریوشه. خیلی هم شباهت نداره، حالا تو فیلم میبینین. آقا ببینین این مردم چه کردن با این بنده خدا، اصلا دیگه ولی اون طرف هم دیگه فرصت نمیکنه بگه آقا من داریوش نیستم. نگاه کنین. خب دوستان عزیز، عرضم به حضورتون که میگوید، بذار این مطلب رو یه بار دیگه براتون بگم، چون این مطلب باید بارها و بارها گفت. کاش به جای این همه بمب کسی کتاب بر سر خاورمیانه میریخت، آن وقت دیگر کسی برای رفتن به بهشت به جنگ نمیرفت. دو کتاب خدا دین علم و پدیده های فضایی، دو کتاب باقی مانده از 5 جلد کتابی که جناب ویکتوری نوشتن، شگفتی های جهان، اسرار کائنات 1، اسرار کائنات 2 که دیگه نایاب نیستش، اون 3 کتاب. 2 کتاب باقی مانده هم تعداد خیلی خیلی کمی ازش مونده. فکر نمی کنم بیشتر از اینکه 2 هفته دیگه ما راجع به این کتاب صحبتی داشته باشیم، چون تقریبا تمام شده. کسانی که مایلن این 2 کتاب رو داشته باشن همچنان میتونن به شماره 818-451-5678 زنگ بزنن، 2 کتاب رو تهیه کنن. حتی اگر اعتقادات خیلی سفت و محکم مذهبی دارید، باورهای شدید دارید به گفته هایی که در سال در 1400-500 سال شنیدید، اگر میخواهید ببینید چقدر مطابقت علمی داره این مطالب، یعنی به وجود آمدن انسان، مثلا آدم و حوا، یا تشکیل کره زمین چگونه، آیا اونجوری که کتاب های آسمانی میگن در 6 روز درست شده، هوا تاریک شده، روشن شده، انسان فلان، این حرفا، گیاه در اومده، 2 روزه کوها رو ساخته خدا و اینا، یا کهکشان ها، یا اصلا پیدایش جهان، همه اینها رو اگر میخواین راجبش اطلاعات داشته باشین، اطلاعات علمی. باورهای مذهبی رو هر کسی برای خودش میتونه، باور مذهبی رو هر کسی تا اونجایی که برای خودش هست بسیار قابل احترام، ولی وقتی میخواد با زور به بقیه بقبولاند اصلا قابل احترام نیست. کتاب های خدا دین علم و پدیده‌های فضایی 2 کتابن که هر 2 تکمیل کننده همدیگر هستن، یعنی از پیدایش جهان بیگ بنگ شروع شده تا حال حاضر که مجموعه‌ای از باورهای غیر مذهبی هم در اون صحبت شده، مثل وجود آدم‌های فضایی، اومدن الین‌ها یا آدم‌هایی که در کرات دیگر زندگی می‌کنن به کره زمین و روبودن بعضی از انسان‌ها، ساختن اماکنی مثل اهرام ثلاثه مصر و بقیه این چیزها، و شواهدی که شواهد محکم و دقیقی که خیلی ها
عکس هاشو دارن، گزارش هاشو دارن، فیلم هاشو دارن، همه اینها رو همون شواهد رو مطرح کردن در این کتاب ها، هم دلایلی که اینا همه به قول خارجی ها فیکه یا به قول ایرانی ها کیکه، اونا رو هم بررسی کرده، صحبت کرده، راجع به کرات دیگه، راجع به خیلی چیزها صحبت شده، حتی راجع به دعا و اثرش آیا اثر داره یا نداره، همه اینها در کتاب خدا دین علم و پدیده‌های فضایی هر دو صحبت شده. این دو کتاب رو بگیرید، 818-451-5678، $200 قیمت دو کتاب بوده، $80 جناب ویکتوری روش تخفیف گذاشتن و شما میتونید دو کتاب رو $120 به علاوه هزینه پستش بگیرید. چند تا دونم دیگه بیشتر نمونده، تا این یکی دو هفته آینده حتما این کتاب ها به اتمام خواهد رسید متاسفانه. اما دوستان عزیزی که دستگاه جی ال باکس HD500 رو میخوان، شماره 818-451-5678 این شماره رو یادداشت کنید، جلوش بنویسید جی ال باکس، که اگر یه موقعی لازم داشتید و شماره رو پیدا نمید، البته هر وقت به تلویزیون پارت هم زنگ بزنید این شماره رو میتونید بگیرید. این شماره رو شما میتونین زنگ بزنین، آخرین مدل جی ال باکس HD500 رو بگیرید، ولی فقط به این شماره زنگ، به خصوص پدر مادرای عزیز دل من حتما به این شماره زنگ بزنین، برای اینکه به این شماره که زنگ میزنین بعدن اگه کمکی سوالی راهنمایی بخوان باز میتونین به همین شماره زنگ بزنین، به زبان فارسی صحبت کنین، کمک بگیرین، لازم نیست مدت زیادی رو هولد باشید یا کارهای دیگه بکنید، بلافاصله جوابتون داده میشه، 99% هم هر کمکی که لازم داشته باشین بهتون داده میشه. در ضمن وقتی از این شماره خرید میکنید، از جوایز تلویزیون پارس که هر 3 ماه یک بار به خریداران جی ال باکس تعلق میگیره، که یک دستگاه جی ال باکس HD500 هستش، از در قرعه کشی هم شرکت داده میشید، و از همه مهمترین که تلویزیون پارس رو هم حمایت میکنه. قیمت دستگاه جی ال باکس از این شماره که میخرین $389 بدون ماهانه است، یعنی قیمت خود کمپانی. یه بار دیگه صادق بوقی دمیده در بوق در ترانه از شمال تا جنوب، برای سرگرمی و تفریق و تغییر ذائقه بد نیست ببینید، و یادت باشد هر شب قبل از خواب وجدانت را ببوس اگر بیدار بود. خدا یار و نگهدارتون تا برنامه دیگر. آساله میبینی کاکا، این مردم روز خیلی خوشحال بودن، ولی الان جدی میفرمایید آقا جان؟ الان نشنا برق سوارا چطور کاکا؟ اتو کاکا حال حاله کن. رشتم مو تاکسی برگشتم، مو بچه رشتم ز کس نمیترسم، آخر خطم ز کس نمیترسم، آخر خطم نمیبینه دلم غیر تو به والله، تو خودت یه عالمی عالمه ماشالله، سر و دست میشکنن عالمه هر برا تو، آخه هر جایی نمیشه دید خوشگلی آتو، والا بره این دستا میزنی میکوبی نفردا، سوتو بزنی دگله بکشین از جوان تا پیر مردا، بزن بره فالا این دستا از جوان تا پیر مردا، بزن بره فالا این دستا. دریا 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 عشقمون دریا، دریا 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 عشقمون دریا، ساحلی دریا قاطب گرما، ساحلی دریا قاطب گرما. شمس ماهی دو مجان، خیر خیر و بخیر، حرمی مال بیر، حالا جس فیلم سیب سیب اغلی، حالا جس فیلم سیب سیب اغلی، سیب اغلی سیب اغلی. سلامون علا به همه کسایی که هستن تو همه و کلو بنا، به دیجی بگو ما هستیم تو صبحش بگو بنا، اون وسط خالی کنین برای غیر جای منا، تو با
اون ناز و اناجات شکردی به خوا از دست پا آسیم کل شهر و آدم ها یک کمی کتابیم ای نکن ناز و اناجات مو بچه ی رشتم مو تاکسی برگشتم مو بچه ی رشتم زکست نمی ترسم آخر خطم زکست نمی ترسم آخر خطم حل حل تو آیا از شما کلاهبرداری شده؟ نگران نباشید. جعل اسناد، جعل وکالتنامه، جعل قراردادها و حتی جعل وصیت‌نامه و غیره را ما قانوناً به نفع شما پیگیری خواهیم کرد. شماره تماس 818-577-77-59. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی.